به نظر من تا آدم شکل و شمایل یک محصل رو داره، شاید یه مقدار بی توجه به مسائل اجتماعی است، غرق در تکنیک میشه و آنچه که ازش خواسته میشه. شما وقتی که میخواییم به پایان کارتون در دانشگاه برسیم، باید راجع به تزتون فکر کنیم. تز منم طبیعتاً آهنگسازی، حالا باید بشینم فکر کنم، تکنیک ها رو در نظر بگیرم و قطعه بنویسم. این تقریبا یه چیزی آدم جدا میشه، حداقل حالا به غلط یا درست، جدا از این مسائل اجتماعی است. ولی رفته رفته خب طبیعتاً آدم ذهنش شکوفاتر میشه، آشنا میشه با ادبیات مملکت خودش، بیشتر آشنا میشه و بعد راجع به موارد دیگه که آدم تو اجتماع است به اونا فکر میکنه، تا تاثیر اونا شروع میکنه به کار و آهنگسازی. بعضی دو بودی میشه، یه بود اون تکنیکاله و شما به عنوان یه هنرجو هستی داری وظایفت انجام میدی، یکشم عرض کردم تا تاثیر اینها سالها من بیرون از مملکت زندگی کردم، اونجا به شروع کردیم یک سری برنامه رو صحنه بردیم در گرامی داشته خیلی فرهیخته های ادب و فرهنگ مملکتمون، روی کارهای فرض کنیم فردوسی، خیام، حافظ، نظامی، بعد سعدی و بعد یه سری در ارتباط با گرامی داشته فرهیخته های هنر موسیقی، یادواره های اینها، بعضی از کنسرت هایی که من اون بر تهیه و تدارک میدادم و یا آهنگسازی میکردیم رو اشعار این آهنگسازی میکردیم یا شخصیتشون میخواستیم نشون بدیم، آثار این هنرمندار رو اجرا میکردیم. در نتیجه یه بخشی از کارهای آهنگسازی هم میافتاد توی اون چارچوب و اون موارد. من همیشه همواره یه شعاری داشتم، گفتم که ما رو بار آوردن باید بار بیاریم. به نظر من تمام فعالیت هایی که آدم میکنه تو زمینه های مختلف این است که این شعار شکل واقعی پیدا بکنه. اگر تدریس میکنیم هدف بار آوردن مستقیمه تحت عنوان معلم آشکار جامعه، دارم کارش رو انجام میده و تو این زمینه من این بخش آموزشی وقتی حالا تو این مقطع نگاه میکنم برمیگردم به این پرونده کاری تو زمینه آموزش، میبینم خیلی از افرادی که چارچوب موارد درسی مختلف شاگرد ما بودن الان خودشون یه جا مسئولیتی دارن در ارکسترای به درد بخوره این مملکت، دارن ساز میزنن، خودشون مشغول تدریس شدن. من یکی از شاگردای خودم که در هنرستان صدا و سیما من تدریس میکردم و این اتفاقم تو مقطع همون 2000 سال 2000 تا 2006 افتاد و 3-4 سالم همکاری من طول کشید با اونجا،
الان حاصلش رو نگاه میکنم، اینم یکی از شاگردای من معلم بسیار خوب هنرستان پسرانه که بهشم به عنوان بهترین معلم جایزه هم دادن، ازش تقدیر شده بود. و یا بقیه رو نگاه میکنم میرم تو ارکسترا دارن ساز میزنن جاهای مختلف، خودشون حالا شاگرد دارن تربیت میکنن. خب این با آدم احساس رضایتمندی میده، احساس خوشحالی میده. هیچ حسی قشنگتر از این نیست که آدم دسترنج خودشو ببینه. این در چارچوب آموزش. در چارچوب خلاقیت وقتی آدم نگاه میکنه، همونطور که ماها تکیمون به آثار گذشتگان هست و بدون اونها هویتی نداریم، این برم نگاه میکنیم میبینیم که آیندگان هم به کار ما به نوعی چشم دوختن، فقط به دلیل تداوم این راه. پس باید کاری کرد. قبلش تو چارچوب ذهنش آدم یه کروکی میکشه که من این قطعه رو میخوام برای چه آنساملی، چه گروهی بنویسم. دوم، با چه سبک و سیاقی بنویسم. آیا در چارچوب موسیقی خودمونه و ملهم موسیقی خودمونه، تصنیف رو مثال میزنم، یکی از فرمهای ریتمیک موسیقی ایران، اگه من میخواستم تصنیفی بنویسم، خب طبیعتاً این آغشته به شعره. شعر رو میخوام اکی انتخاب بکنم، میرفتم سراغ شعری که یه محتوایی داشته باشه که من به اون محتوا به دلم بنشینه و دنبالش هستم. فرض کنیم از خیام که اتفاقا کاری هم دارم، دو تصنیف روی رباعیات خیام من نوشتم. در نظر گرفتم اول سه رباعی و تصنیفم گذاشتم اسمشو سه رباعی، مطلع اونم با اون رباعی که یه اشاره کردم، اسرار ازر را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خانی و نه من. طبیعتا شعر انتخاب میشه. حالا تیکه بعدی یا مرحله بعدی این است که من اینو تو چه مقامی، اگر میخوام ملهم از موسیقی ایران باشه، چه مقامی میخوام بنویسم. این مقام در نظر گرفته میشه که در اونجا مقام سگاه انتخاب شد. من طبیعتا باید ملهم از اون افائیل، اون ریتم برم جلو، چون معتقدم که اگر اینو یک آهنگساز در نظر بگیره به ذات ماجرا نزدیکتره تا اینکه من این افائیل و این ریتم رو بشکنم، بیام پا به وادی یه ریتم دیگه، یک قالب ریتمیک دیگه ای بذارم، بخوام این رو با ترفندهایی تو این قالب جاش بدم. و وقتی این وزن رو انتخاب کردم، حالا دیگه باید شروع کنم به لحنی رو به خاطر بیارم، شروع کنم به خلق کردن. و اینجاست که یه مقدار اول با زمزمه آغاز میشه. زمزمه که شکل گرفت، آدم میخواند و بعد وقتی رضایتمندی رو بهش میرسیم، البته با کلی دور انداختن و پاک کردن و نمیدونم این صحبت ها، به خط میرسیم. یعنی یک ملودی نوشته میشه رو بیت اول که باید طبیعتاً حالا اینجا اصول مرتبط با در چارچوب آهنگسازی رو باید در نظر گرفت، اون صنایع آهنگسازی رو. خب من لحنم یک فراز و نشیبی داره، یک حرکتی کرده، از کجا به کجا رفته، حالا در ادامه راه من باید به کجا برم. به ویژه وقتی توی مقام ایرونی، یکی از این 12 مقام دارم چیز میکنم، همونطور که یادتون اشاره کردم ما گوشه های عدیده داریم، ممکنه من لحن اولم، یعنی بیت اولم در چارچوب یکی از انگاره های مقام سگاه بچرخد. خب بعدی رو فکر میکنم که حالا من به انگاره بعدی باید سر بزنم. این انگاره بعدی محتوای تونال خاص خودشو داره، دیگه ربطی به اون مرحله اول نداره. حالا باید برم تو اون وادی بچرخم و کاری بکنم که ملودی بعدی من ملهم از ملودی اول باشه، یعنی لحن و اون نغمه اولی، که پرت نشم،
طبیعتاً تابع ریتم اونم و درست مثل این که دارن داستان و حکایتی رو عنوان میکنم که این حکایت باید ادامه دار باشه و به قول سعدی گو حکایت همچنان باقی است. تا اینکه رفته رفته اگر یک غزل انتخاب کردم طبق اون دستور اون یعنی اون چارچوب و ساختمان سگاه، من انتخاب میکنم 5 یا 6 انگاره اصلی اون مقام رو و میگم این غزل و در چارچوب این انگاره ها بچرخه و به پایان برسه. قطعه ای رو آدم فکر میکنه با یک کروکی اولیه به نیمه هاش میرسم، در ادامه دوچار مشکل میشیم، بعد این سوال پیش میاد که اتفاق بعدی چیه، تم بعدی که من میخوام انتخاب بکنم چه خواهد شد. یه چیزی به ذهنمون میرسه، بعد نه، مثل این که حلقه مفقوده داره و هر کاری میکنیم اینا به هم وصل نمیشه. گاهی اوقات اتفاق افتاده که زمانی گذشته بعد از 6 ماه 1 سال حتی بعد بهش برمیگردین، مثل اینکه اون حل میشه، حلقه مفقوده پیداش میشه و میتونیم ادامه بدیم. گاهی هم اتفاق افتاده برای من که اون کار برای همیشه مثل سمفونی ناتمام شوبرت مقایسه نمی کنم ولی ناتمام مونده. در زمینه آهنگسازی فعلا موضوع انشا و به اصطلاح تشکیل اون ارکستره و اونجایی که اشاره کردم این ارکستر اصلا رپرتوار نداره، بیشترش افتاده گردن خودم و هی دارم فکر میکنم که رپرتوار بعدی چی باید باشه، چی باید خلق شه. طبیعتا یه خورده نیرو و انرژی همم میره به دلیل این درست کردن این رپرتوار و تو این زمینه هم البته دست به دامنه آدم هایی که از دید خودم قدرت این کار رو دارن، نام میبرم از جمله آقای احمد پشمان، از ایشون خواهش کردم، یار و غار همیشگی خودم و دوستان گرمابه و گلستان آقای کامبیز روشن روان، من از ایشون خواهش کردم و ایشونم یه کار انجام داده، هنوز تمرینش آغاز نکردیم، دوستان دیگه آقای اسماعیل واسقی، آهنگسازهای دیگه ای تو این زمینه داریم که دست به دامن اینا هم شدن. طبیعتا پروژه‌ای که اشاره کردین سوال کردین الان تو ذهنم تی و تدارک رپرتوار این ارکستره. در تخیلش آدم به یک ایدئال هایی فکر میکنه، میگه اگه میخوام خلاقیت بکنم هدفم اینه، به اینجا برسم، اگه میخوام کار بکنم. یه زمانی این صحبت که میکنم برمیگرده به سالهای همون نوجوانی خودم که شروع کردم به تدریس از سال 1345-46 تا 1357، بعد نگاه میکردیم که با اون شرایط اون موقع هنوز توقع عجیب غریبی داشتیم، گفتیم این نباید باشد، یعنی چرا مسئولین به این فکر نیستن که آدمهایی رو که متخصص هستن به کار بگیرن و به شیوه دنیای غرب گردن اینا یک پروژه بگذارن. آقای فلانی شما به عنوان آهنگساز، به عنوان یه آدم محقق 2 سال وقت داری، اینم امکانات، تو این زمینه بعد از 2 سال ما یه همچین حاصلی از شما میخوایم و دست و بال این آدم رو باز بگذارن.
بعد وقتی این شکل نمیگیره بعد میبینیم بی‌توجهن، مثلا فرض کنیم یا دارن کار خودشونو میکنن، به قول قدیمی ها حلیم خودشونو دارن میزنن، بعد آدم خب یه تضاد پیش میاد بین این دو مورد، اون چیزی که ایدئال آدمه با اون چیزی که واقعیت داره تو جامعه داره میگذره، میبینیم گاهی اوقات تفاوت بسیار فاحشه. حالا اینجا من به عنوان یک آدم اهل هنر که برای خودم رسالتی قائل هستم باید چه بکنم؟ آیا بیام ناامید بشم و گوشه نشینی اختیار بکنم، میبینم شکل نمیگیره مثلا یه چیزایی، یا اینکه نه باید بگم واقعیت امر اینه، دو نقطه ای بی، من چطور به این نقطه برسم و دلم رو خوش بکنم به حد اقل ماجرا که میگم خب حد اقل بهتر به این دلم رو خوش بکنم تا به صفر. آدم تمام سختی هاش رو به جان میخره و میجنگه برای اینکه بتونه یه شکل و شمایلی حالا در چارچوب آموزش و پرورش و ادامه این راه بده دیگه. نمیدونم، امیدوارم تونسته باشم جواب شما رو داده باشم. همیشه هنر موسیقی اینطوری بگم خیلی محجور واقع شده. بله ما در این دوران از سال 1357 تا به حال دچار یه معضلاتی شدیم. این هنر همیشه تو حدود زیادی زیر حاله ای از ابهام فرو رفته بوده. جالبه، من اینطور تربیت شدم، همیشه نصف لیوان آب پر است. به اونجایی خواهیم رسید که هنر در این مملکت شکل ضرورت پیدا کند نه شکل تفنن. من دو تا فکر دارم، یکی این که خیلی دوست دارم یادتونه به 12 مقام موسیقی دستگاهیمون اشاره کردم، اینا دو بخشن دیگه، ما یه چارچوب فرمای ریتمیک داریم که اشاره کردم، بقیهش انگاره‌هایی هستن که ظاهراً آری از ریتم هستن. من تو این کتاب خودم اشاره کردم، گفتم اینا آری از ریتم نیستن، اینا ریتم پنهان دارن، باید ببینیمشون. دوست دارم یک ردیفی رو از قبل فکر کردم، جسته گریختم، یه چیزایی رو من خلق کردم، دلم میخواد ردیف ریتمیک بنویسم و به ویژه برای افرادی که 2 یا 3 سال پا به وادی موسیقی گذاشتن که بتونن بفهمن و این گوشه رو، چون اجرای گوشه های موسیقی خود فهم بالا میخواد تا بفهمیم این چیزی که ظاهراً آری از ریتمه اینو من چه جور بزنم که حق مطلب ادا بشه و گذشتگان ما چی مد نظرشون بوده که خلق کردن اینو به ما رسیده. دلم میخواد تو چارچوب ریتم که میذارید با ریتم که آغشتش میکنید یه هنرجوی با 2 سال 3 سال سابقه هم این انگاره رو خوب میفهمه. گوشه به نام گوشه زابل در چارچوب سگاه رو خیلی خوب اجراش میکنه. دلم میخواد این ردیف رو بنویسم و رایش هم اینه تمام گوشه ها رو من یه ورژن ریتمیک ازش بسازم که تو بعضی موارد تو همین کتاب هم چاپ شده، تو همین ردیف مرموم سبا، سنتور به گویش سبا، مخصوصا این تیکای کوچولو رو یه 6-7 تا بیشتر نخواستم دخل و تصرف بکنم در این ردیف، فقط نوشتم نگارش به منظور آموزش که هنرجوی بفهمه که دنیای موسیقی ما چقدر وسیعه. و این هم ظاهرن روش کار شده، به نظر من هنوز کار روش نشده. یکی این پروژه است مد نظرمه، یکی هم همونطور که عرض کردم تنظیم و بازسازی یک مقدار کار بزرگان
و نوشتنش برای این آنسامبل، برای اینکه رپرتوار ما برای ارکستر سازهای ملیمون نداریم. من توی تعریفی راجع به این ماجرا نوشتم هر مملکتی رو وقتی رجوع میکنیم این یه ارکستر خاص خودشون رو دارن با ابزار خاص خودشون و سالیان درازی هم دارن روش کار میکنن با رپرتوارهای خیلی چیز. ما تا بال نداشتیم. این هویت این مملکته. هیچ خوب نیست برای مملکت ما با 80 میلیون جمعیت دو تا ارکستر ما داریم. خیلی بده. من در آیین رونمایی ارکستر شهر این اشاره رو کردم، گفتم امیدوارم این سازمان فرهنگی هنری شهرداری کاری رو که کرده سایر شهرداری ها بیرون از تهران، استان ها، شهرستان ها این رو بکنن یه پیشنقشه، یه الگو بکنن. ما این همه جوانای با استعداد داریم، کم نداریم. امیدوارم این شهرداری ها به خودشون بیان و یه سقفی بالا سر این جوانا برقرار بکنن و یک چراغی روشن که این بچه‌ها بیهوده پرسه نزنن. تحت تأثیر زندگی امروز، بسته شدن، اقتصاد غلط، اقتصاد ضعیف یا مریض احوال بهتر بگم، کاری میکنن، نشر میشود، ولی یه چیزایی این لا بلای این ماجرا نادیده گرفته میشه، به طوری که کسی رو که میخواد یه چیز رو تألیف کنه، چیزی کتابی رو ترجمه کنه تو این زمینه، زمینه موسیقی، جوری برخورد میشه نشرهای عدیده که ما داریم، چون یک جانبه میبینن و به خودشون میاندیشن بدون اینکه نگاه بکنه که خب کسی هم که این کار رو کرده یه حق و حقوقی داره. ولی طبیعتاً یه بخشی از کارشون مثبته که یه چیز رو، حالا من کاری ندارم تحت چه شرایطی، نشر میدن. زار و خسته هم یارم، دل شکسته هم یارم، آتشی به دل تشنه او دارم، با خیال او چه گفت و گو دارم، دست من بگیر و در برم بنشین، همچو سایه باش بر سرم بنشین.